درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 22 فوریه 2023 میلادی برابر است با 3 اسفند ماه سال 1401 خورشیدی. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. چهارشنبه 3 اسفند ماه شماری از بازنشستگان در اهواز در اعتراض به پایین بودن مستمری‌ها و وضعیت بد معیشتی مقابل سازمان تأمین اجتماعی تجمع کردند. ویدیویی از زینب کاظم‌پور یکی از نامزدهای زن هیئت رئیسه مجمع سازمان نظام مهندسی استان تهران منتشر شده که او در اظهاراتی اعتراض خود در جلسه رأی‌گیری را ناشی از فشار روانی می‌خواند. مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور خبر از پذیرش درخواست اعاده دادرسی محمد باروغانی یکی از متهمان اعتراضات سراسری ماه‌های اخیر در دیوان عالی کشور داد. همزمان با صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، وزارت خارجه آلمان در واکنش به این حکم دو کارمند سفارت ایران را از آلمان اخراج کرده است. رئیس مرکز اوژانس پیش بیمارستانی لرستان از مسمومیت 52 دانش آموز دیگر بار در مدرسه احمدیه بروجرد خبر داد. روز چهارشنبه 3 اسفند ماه بیش از 10 تن از کادر امنیتی و حفاظتی به همراه برخی مسئولان زندان ابیم با هجوم به سلول 4 زندانی سیاسی ضمن برخورد توهین‌آمیز وسایل شخصی آنها را مورد تفتیش قرار دادند. در روزهای اخیر کمپین میتوی ایرانی افشاگری‌هایی درباره آزارگری جنسی ابوالقاسم طالبی فیلمساز حکومتی منتشر کرده است. خبرگزاری‌های بین‌المللی از مسیح علی نژاد و نرگس محمدی دو فعال مدنی ایرانی به عنوان نامزدهای احتمالی جایزه نوبل صلح 2023 نام بردند. وزارت خارجه اتریش روز سه‌شنبه 2 اسفند ماه اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در پایتخت این کشور را در اعتراض به حکم حبس برای یک شهروند اتریش در تهران فراخوانده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران برای تحقیق درباره اورانیوم 84% خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز در جریان حمله روز یکشنبه اسرائیل به دمشق پایتخت سوریه یک مقام ایرانی کشته شده است. دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده که به موجب آن درخواست پناهندگی برای مهاجران از ماه می سال جاری دشوارتر می شود. معلم یک مدرسه خصوصی در جنوب غربی فرانسه روز چهارشنبه به ضرب چاقوی یکی از شاگردانش در کلاس درس کشته شد. و اکران فیلم جایی که خدا نیست ساخته مهران تمدن سینماگر ایرانی در بخش فروم جشنواره فیلم برلین با واکنش‌های مناسبی از سوی تماشاگران مواجه شده است. بینندگان عزیز تا لحظاتی دیگر با مشروع خبرها در خدمت شما عزیزان خواهم بود.